قهرمان تکواندو کشور کی خواهد بود؟ روح الله نیکپا در سال 1361 خورشیدی در دیار غربت در شهر تهران ایران چشم به جهان گشود. نیکپا دوران کودکی خود را در هجرت و دور از آغوش وطن سپری کرد. نخستین تمرینات تکواندو را زیر نظر استاد همایون رضایی هنگامی فرا گرفت که فقط 10 سال داشت. روح‌الله در سال 1382 خورشیدی بنا به دعوت ریاست فدراسیون ملی تکواندو برای شرکت در مسابقات انتخاباتی تیم ملی تکواندو وارد افغانستان شد و توانست عنوان قهرمانی وزن دوم تیم ملی تکواندو را به نام خود رقم زند. نیکپا 3 سال بدین سو از تجربه استاد عبدالناصر کودکی بنیانگذار تکواندو در افغانستان در میدانهای ملی و بین المللی استفاده می کند. روح‌الله برای شرکت در رقابت‌های بین المللی به کشورهای ایران، تایلند، هند، عربستان سعودی، پاکستان و سریلانکا سفر نموده که دستاوردهای بیشماری را به افتخارات تکواندو افغانستان افزوده است. او در اواخر سال 1384 خورشیدی برای شرکت در نخستین دور از رقابت‌های جام حسن نیت راهی هندوستان شد و توانست با غلبه بر ورزشکارانی از مالزیا، بوتان و هندوستان مدال طلای وزن 58 کیلوگرم این پیکارها را از آن خود کند. روح‌الله به دنبال دستاوردهای خود در سال 1385 خورشیدی با کاروان عظیم ورزشکاران کشورمان برای شرکت در دهمین دور از مسابقات جنوب آسیا عازم کلمبوی سریلانکا شد و با شکست دادن حریفان از بنگلادش، نپال، پاکستان و سریلانکا یک بار دیگر برتری خود را ثابت نموده و عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به نام خود ثبت کرد. ورزش د تلپاتو یاد د افغانستان ورزش د ویارلو یاد ډیر ژر د ملی رادیو تلویزیون په سپوک. روح الله از زمانی که وارد رقابت‌های ملی و بین‌المللی شده است خاطره‌های بیشماری دارد که یکی از آن برمیگردد به مسابقات سفگم. در مسابقات سریلانکا تونستم با حریف پاکستانی خود مبارزه کنم و حریف پاکستانی ما تا راند سوم 3 امتیاز از ما پیش بود و با کوشش که داشتم تونستم با تا دقایق آخر راوند 3 با حریف خود 3-3 مساوی کنم، با اینکه داورا اختلافی میکردن به نفع افغانستان و باز هم در راوند 4 به امتیاز طلایی کشیده شد که تونستم در راوند 4 به امتیاز طلایی حریف خود شکست بدم. روح‌الله به توانمندی‌های فیزیکی و تکنیکی خود در جریان رقابت‌های بین‌المللی باور پیدا کرد. پیش از اینکه داخل مسابقات شویم ما فکر می‌کنیم که شاید کدام باختی با حریف خود کنیم، ولی وقتی داخل میدان میشیم با رویه بالای داخل میشیم و می‌تونیم می‌بینیم که با کشورهای دیگه چندان فرق نداریم، فقط همین اقتصاد ما، اقتصاد کشور ما یک کمی در برابر دیگر کشورها دیگر در
در برابر تکنیک یا دیگر در برابر تمرین کدام تفاوتی نداریم. در پیوان با ورزش های تن به تن است. جمعه شب از رادیو تلویزیون ملی. روح الله معتقد است زمانی میتوان حریف را شکست داد که از شگرت های او آگاه شد. راوند اول سعی میکنم باریف خود تایر کار کنم که بفهم که کارش چیست. و در راوند دوم وقتی که شناخت کامل ازش پیدا کردم میتونم عملش کار کنم. اگر زیاد حمله کار بود خوب مثلا میکنم زیاد از سرش حمله نکنم تا اینکه امتیاز بتونم بگیرم و امتیاز نتونم. و همینطور تا راوند سوم که برسه بتونم عارف خودش شکست بدم.